درود بر شما. نهم فروردین ماه 1398 خورشیدی و 29 مارس 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر به فاجعه پیامد سیل میپردازیم. هی میگیم که چه شد؟ چرا این سیل اینقدر پیامدش فاجعه بار بود؟ آخوند و دوروبریاش از بلاهای طبیعی و چگونگی کران اومدن با طبیعت چی میفهمن؟ آخوندی که عقلش و علمش و به قول امام خمینی تقواش اینقدر که بگه رعد و برق حاصل بال زدن جبرئیله یا بیهجابی باعث سیل و زلزله است و همین آخون رئیس مملکت شده باشه و این حرفا رو از تریبونای رسمی منتشر کنه و رسانه‌هاش وسط فاجعه سیل با آب و تاب معجزه رهبر نظام مقدس منتشر کنن که یه تیکه خاک و انداخت تو سیل و یه مهر نماز و انداخت تو سیل و سیل بند اومد، رهبر معظم در خاطراتشون نوشتن جریان سیل 2-3 ساعت ادامه یافت و در این مدت ما صدای آوار خانه ها را یکی پس از دیگری میشنیدیم. حتی ترسیدم مسجد هم خراب شود. همه چیز وحشتناک بود. تاریکی ناشی از قطع برق، سیل خروشان و بی امان، خراب شدن خانه ها و فریاد کمک خواهی مردم. قبلا شنیده بودم میتوان به تربت سید الشهدا علیه السلام توسل جست. قطعه ای از تربت در جیب داشتم، آن را از جیب بیرون آوردم، به خدا توکل کردم و آن را در میان امواج پرتلاطم سیل پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که سیل بند آمد. چه انتظاری هست از نظامی که این رهبرشه و اونا روزنامه نگاراشن که برمیدارن با آب و تاب اینو میزنن و طرح میکشن، عکس میکشن، دستی اومده یک مهری رو پرتاب کرده وسط سیل. وقتی آخون ندونه چرا سیل میاد، طبیعتا نمیدونه چرا و چگونه باید از عواقب نابود کننده سیل پیشگیری کنه. دولتی که وظیفش حفظ همین نظام مقدسه میره قرارداد میبنده با حوزه های علمیه برای کاهش بلایای طبیعی. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از امضای تفاهمنامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر داد و خاطر نشان کرد در مرحله اول با حوزه علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهمنامه همکاری امضا کردیم تا از حوزه های علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده کنیم. این تفاهمنامه آبان 89 امضا شد. بابت این قرارداد برای ترویج و تبلیغ خرافه و جادو جنبل مذهبی چقدر تو این 8 ساله که این قرارداد بسته شده تا حالا از بودجه دولت دادین با آخوندهای حوزه که سیرمونی ندارن؟ کجا رفته اون پولا؟ همین سال 98 که تازه شروع شده مقایسه بودجه حوزه های علمیه 300 هزار نفری با بودجه سازمان مدیریت بحران کشور 80 چند میلیون نفری واقعا نتایج وحشتناکی میده که هر آدم بیغرضی ببینه فقط شرم میکنه از این همه ستم و جنایت که انسان میتونه مرتکب بشه. بر اساس بودجه سال 98 سهم سازمان مدیریت بحران کمتر از 13 میلیارد تومان است، اما شورای عالی حوزه های علمیه بیش از 306 میلیارد تومان. 6 تا آخوند عضو این شوران 24 برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور 80 چند میلیونی پول میگیرن، اونم از بودجه دولت، یعنی از کیسه مردم مستقیم. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که حرفای رهبر معظم رو رله میکنه واسه امام جمعه ها 20 میلیارد تومن بودجه سالانش. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 150 میلیارد تومنه. حتی بودجه ستاد مرکزی راهیان نور که یک اردوی بازدید از مناطق جنگی است، بودجهش 2 برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور است و در سال 98 بودجه 25 میلیارد تومانی میگیرد. سهم مجمع جهانی اهل بیت چقدر؟ 33 میلیارد تومان در سال. و جامعه المصطفی که کارش تربیت آخوند خارجی و آخوند تروریسته بیش از 200 میلیارد تومان در بودجه 98.
یعنی بیش از 15 برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور ایران. رئیس سازمان مدیریت بحران کشورم که آقای اسماعیل نجاره که مدرک کارشناسی ارشد داره، اینجوری که تو رزومش نوشتن، تو سابقش نوشتن مدرک کارشناسی ارشد داره با موضوع پایان نامه نقش محراب در تمدن اسلامی. ایشون که عمری درباره نقش محراب در تمدن اسلامی غور فرمودن، زمان محمد خاتمی از مدیران وزارت نفت بودن. ببینید چی به چی ربط داره تو این نظام مقدس. روحانی که میشه رئیس جمهور، این حاج اسماعیل نجار رو که همشهریش هم هست سرخیه میکنه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. دو سه سال پیش تو استان ایلام و یکی دو استان دیگه سیل اومده بود، ایشون رفتن به دیدن منطقه، میخوام بشناسینشون. وقتی برگشتن از منطقه، صدا و سیمای آقایون دعوتشون کرد و گفت خب چه خبر از مدیریت بحران و کمک رسانی به مردم و پیشگیری از فاجعه‌های مشابه؟ ایشون جواب دادن: من هر جا تو این ستا استانی که چند روز اخیر بازدید داشتم، حتی مردمی که آسیب دیده بودن از این قضیه اظهار خوشحالی میکردن. تمام خونه‌ها ما زیر آب و گل و خرگ هستن. اصلا به نظر میرسید که خدا وکیلی طبیعت هستن، اصلا زمین و زمان. این درخت ها کاملا شسته شده بود، یک تراوت دیگه گرفته بود، همه رودها آب جاری بود. واقعا اینها رو ببینیم. بله، یه همچین موجودی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. خب وقتی بودجه چند تا آخوند که یک قرونش واقعا ضایع کردن پول به اینا دادن، وقتی بودجه چند تا آخوند چند ده برابر بودجه سازمان بحران مدیریت کشور، این هم رئیس اون سازمان میشه دیگه. و تو این نظام نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامیش کسی است که با افتخار میگه بودجه مقابله با پیامدهای سیل رو بدین به مبارزه با بدحجابی. حجت الاسلام احمد سالک اکانت اینستاگرام هم داره: بودجه سیل را به مبارزه با بدحجابی اختصاص دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. در مجلس بحث بحران‌های مختلف بودجه را که اختصاص می‌دادند به مسائل مختلف حوادث، پیشنهادی در ارتباط با بزرگترین حادثه که تهاجم فرهنگی بود مطرح شد و اونجا بحث‌ها و استدلال‌های فراوانی شد که این بودجه همان گونه ای که برای حوادث غیر طبیعی اختصاص پیدا میکنه، برای مقابله با آسیب های اجتماعی و فرهنگی هم اختصاص پیدا کنه. برای همینه که توی همچین وضعیتی دیگه مردم هیچ گونه ملاحظتون رو نمی کنن. آقایون محترم امام به سر عباب دوش زاهد، امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت در بازدید از مناطق سیل زده چندین فحش خوردم و اصحابم خورد است. انتظار دارین مردم بذارن رو سرشون حلوه حلوه تون کنن؟ دو منطقه از بقیه مناطق سیل زده ایران تلفات و خساراتش بیشتر بود: استان گلستان و مازندران در شمال و شهر شیراز در استان فارس در نواحی مرکزی کشور. اول استان مازندران، گلستان و مازندران و گلستان رو ببینیم چه اتفاقی افتاد. عوامل طبیعی و انسانی فاجعه سیل هفته پیش رو به وجود آوردن. عوامل طبیعی که خارج از اراده بشره، یعنی باران سنگین و بی سابقه ای که در عرض چند دقیقه بارش تونست سیل عظیمی راه بندازه تقریبا در سر و سر کشور، بعد از یک گرم سالی و خشک سالی وحشتناک. به گرم شدن هوا به طور کلی، من کاری به عوامل طبیعیش ندارم، حالا اون بحث اصلا دیگه ای داره که این بارون شدید در واقع روی دیگر سکه اون خشک سالی که البته کارشناسا میگن به ترسالی منجر نخواهد شد، دلخوش ندارید که پر آب شود ایران، به دلایل متعدد باز طبیعی و باز انسانی. حالا عوامل انسانی پیامدهای سیل، عواملی که به عملکرد مسئولان نظام مقدس مربوط میشه در این چند دهه اخیر،
سایت ایران وایر گزارش خوبی نوشته درباره سیل. با چند کارشناس محیط زیست هم صحبت کرده. بذارین یه تیکه هایش رو براتون بخونم به جای اینکه من پی پراکنده بگم. نوشته در سالهای 1380 تا 82 سیلاب شدیدی در این استان رخ داد و در حدود 400 تا 500 نفر از مردم منطقه کشته شدند. یک کارشناس به ایران وایر میگوید در آن زمان ما در هیئت از کارشناسان به منطقه رفتیم و به بررسی ویژگی های حوزه پرداختیم. تمامی استان گلستان، تمامی موضوعاتی که در سیل دخیل بودن مطالعه شد و گزارش جامعی هم به مسئولان دادیم. الان هم دقیقاً همان اتفاق افتاده است که سال 80-82 افتاد. با سیلی با دوره برگشت 100 ساله مواجه هستیم، اما مدیران هیچ توجهی نکردند به طرح ما برای جلوگیری از خسارت، هیچ توجهی نکردند. نتیجه تحقیقات ما برای پیشگیری از خسارات سیل این بود که زمان تمرکز سیل در این منطقه 7 ساعت و کمترین زمان، کوتاهترین زمان و بالاترین زمان تمرکز 25 ساعت بوده است. بنابراین زمان کافی برای خروج مردم و دام‌ها از منطقه وجود داشته است. اما با وجود پیش‌بینی سازمان هواشناسی هیچ مدیریت بحرانی در منطقه وجود نداشته است. این همون بلاهتی است که از اول عرض کردم حاکمان امروز ایران دارن بهش اشاره کردم. اما یک یعنی وقت داشتن که ساکنان اون منطقه رو در عرض 7 ساعت و نیم تا 25 ساعت خارج بکنه قبل از اینکه سیل برسه و از 72 ساعت پیش منابع رسمی اعلام کردن، در خود منطقه منابع محلی از 10 روز پیش اعلام کردن که هواشناسی. خب حالا خواهیم همه اینا رو خواهیم دید. یک عامل مهم سرازیر شدن سیل سنگین به شهرها و روستاها از بین رفتن جنگل هاست. سال 1335 عرصه جنگلی شمال کشور 3.5 میلیون هکتار بود، اما الان به کمتر از 1.5 میلیون هکتار رسیده است، یعنی کمتر از نصف. ببینید مدیریت نظام مقدس چه بر سر این مملکت آورد. به گفته مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، طبق آمار جنگل‌های شمال در طول 40 سال گذشته از 3 میلیون و 600 هزار هکتار به 1 میلیون و 800 هزار هکتار رسیده است. به عبارت ساده‌تر، نیمی از جنگل‌های شمال ایران در 40 سال اخیر نابود شدند. سوزاندن و قطع بی‌رویه درختان، گسترش ویلاسازی، نابودی حیات وحش، دخالت و دستکاری طبیعت، هجوم مهاجران و گردشگران و جاده‌سازی و دامداری سنتی از عمده‌ترین دلایل از بین رفتن جنگل‌های شمال ایران است. از علائم ملموس از بین رفتن جنگل‌ها، جاری شدن سیل‌های متعددی است که طی سال‌های اخیر در شهرهای شمالی شدت گرفته است. در حالی که طی 50 سال اخیر میزان بارش‌ها در شمال کشور 20% کمتر شده، میزان سیل 50 برابر بیشتر شده است. در سال‌های اخیر با اینکه بسیاری از کارشناسان محیط زیست، مسئولان جنگلبانی و علاقه‌مندان به طبیعت درباره آسیب‌های مربوط به جنگل‌ها هشدار داده‌اند، اما این روند آسیب‌پذیری چه در شمال کشور و چه در جنگل‌های منطقه زاگرس همچنان ادامه دارد و حالا به مرحله بحران رسیده است. کارشناسان محیط زیست زندانن. اونا رو زندانی میکنن، بعد میرن با حوزه علمی قرارداد میبندن که سیل نیاد. ای. حالا برای اینکه جلوی این فاجعه رو تا حدی بگیرن، این فاجعه‌ای که این گزارشی که دیدین هشدار میداد، سال 94، اوایل سال 94 خرداد، یه ده کارشناس محیط زیست طرحی رو دادن به دولت که دولت اونو به صورت لایحه داد به مجلس. همون خرداد اون سال، سال 94، به اسم طرح تنفس جنگل. 94-95 اسم طرح بود طرح تنفس جنگل، که در واقع استراحت 10 ساله برای جنگل بود، که در صورت اینکه
این طرح تصویب میشد، هر گونه بهره برداری از جنگل برای یک دوره 10 ساله ممنوع میشد. کدوم امام گنده ها، کدام این امام گنده با این طرح مخالفت کرد؟ اصلا قبل از اینکه بتونه طرح تو مجلس سر صدا بکنه، 3 تا مرجع تقلید که هر 3 نماینده رهبر معظم در 3 استان گلستان، مازندران و گیلان بودن. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار نوشته یکی از دلایل سیل‌های ویرانگر اخیر در شهرهای شمالی نابودی روزانه 123 هکتار از جنگل هاست. روزانه 123 هکتار. سال 95 دولت لایحه تنفس جنگل را به مجلس برد و خواستار توقف برداشت از جنگل ها شد. کاظم نور مفیدی، نورالله تبرسی و زین العابدین قربانی، امام جمعه های گلستان، مازندران و گیلان از مخالفان اصلی این طرح بودند. این نامه ای که بله، این نامه ای که این 3 نفر فرستادن که خوندنم نداره، به هر حال بله نوشتن که این نمیدونم با توجه به تبعات جبران ناپذیر طبیعی اجتماعی اقتصادی و جنگل ها و استان های شمالی کشور ناشی از تعجیل در تصویب طرح فوق الاشاره که با سیاست های ابلاغی منافات قاعد داشت مقتضی دستور فرمایید در این خصوص بررسی کارشناسی مفصل تری به عمل معمول گردد. جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بذاریم مختصر بگم یکی یکی این 3 نفر کیان و چه منافعی در این زمینه دارن. سید کاظم نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان، امام جمعه گرگان و نماینده مجلس خبرگان رهبری، شوهر خواهر محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعه، پسرش داماد سید محمد موسوی بجنوردی و باجناق سید حسن خمینی است، همون لب قرمزه. مصطفی نور مفیدی، فرزند آیت الله سید کاظم نور مفیدی، امام جمعه گرگان، که میگه بارها و بارها مصاحبه کرده که هیچ فعالیت اقتصادی ندارم. ببینید چقدر وصل به جنگل‌های شمال فعالیت‌های اینا. رئیس هیئت مدیره بنیاد نور گرگان، عضو هیئت مدیره شایان راه گلستان، عضو هیئت مدیره تخته فشرده ممتاز گرگان و صنایع چوب صندل گرگان و سبز گستر بلوط گرگان و 6-7 مؤسسه اقماری نور مفیدیا از صدقه سر جمهوری اسلامی. اینا همه دارین میبینین دیگه، اینا اسناد عضویت پسر آیت الله سید کاظم نور مفیدی در مؤسساتی است که اغلب به جنگل ها به چوب مربوطه، چوبایی که باید شرکت‌های اقماری این خانواده رو تغذیه کنه. باید از کدوم جای گلو بیاد؟ بخشی از نامه سازمان بازرسی به بنیاد نور زیر نظر دفتر همین نور مفیدی امام جمعه گرگان براتون بخونم که چند تا سوال از اون سوالی که جوابم توشه. ایناست نامه. بله. چرا بدهی‌های حوزه علمیه از بابت طرح بهره برداری از جنگل‌ها به تعویق افتاده و پرداخت نشده؟ چرا اداره جنگل‌ها 30 هکتار از جنگل‌های علی‌آباد را بدون دریافت وجه به بنیاد نور آقای نور مفیدی اهدا کرده؟ چرا تشریفات قانونی برای واگذاری بهره برداری از جنگل‌های علی‌آباد، شموشک گرگان و دیار گلستان اجرا نشده؟ چرا و چگونه اجاره نامه 10 ساله جنگل‌های گرگان به حوزه علمیه مورخ آبان 68 فسخ شده و این جنگل‌ها به صورت قطعی به این حوزه علمیه سپرده شده؟ مادام العمر. چطور محمد رضا نجاتی سرجنگلدار گلستان، کارمند رسمی دولت، به طور کامل در اختیار بنیاد نور قرار گرفته که بنیادی خصوصی است مثلا مال همین خانواده؟ پس از انقلاب جنگل‌های آقای افشار مازندرانی را به حکم دادگاه انقلاب که خود جناب عالی قاضی آن بوده اید، یعنی آیت الله نور مفیدی، مصادره کردید. آیت الله نور مفیدی، اما اجازه استفاده از اموال منقول، ماشین‌آلات و موتورها را نداشتید. 20 سال بعد و پس از فوت افشار مازندرانی، دادگاه شما را و جنگلداری را به پرداخت جریمه محکوم کرد. جریمه را به خانواده او پرداخت کردید. حالا جریمه هم البته آورده فقط برای اینکه این ماجرا فاش بشه.
که آقای کاظم نورمفیدی همون کسی است که دوره انقلاب مسئول کمیته‌های انقلاب اسلامی بود، در گرگان مسئول کشتار 17 تن از پرسنل شهربانی در گرگان، در کلانتری یک گرگان، به حکم خمینی امام جمعه بود در گرگان، بعد از خمینی هم تا امروز نماینده خامنه ای است در استان و امام جمعه گرگان. آخوند دیگه ای که مخالف طرح استراحت 10 ساله جنگل های شمال بوده زین العابدین قربانی است که اخیرا جاشو به یه امام جمعه دیگه داد. یادتونه دیگه، یه بار پخش کردیم که گل پسرش میخواست نماینده بشه، رد صلاحیت میشه، حضرت آیت الله به خاطر رد صلاحیت آقازاده عصبانی میشن و تصمیم میگیرن استاندار و فرماندار و بقیه مسئولین استان رو برکنار کنن. معاون وقت سیاسی امنیتی استانداری گیلان که مسئول ستاد انتخابات مسئول ستاد انتخابات مجلس نهم در گیلان بود، برای عذرخواهی و حفظ موقعیت شغلیش بعد از اینکه اون رد صلاحیت میشه با حضرت آیت الله قربانی تماس میگیره. خب حضرت عالی اشراف دارید بر همه مسائل و هر چی بفرمایید اختیار دارید، نماینده آقا در استان و اشراف بر همه مسائل. اما خوبه که حضرت عالی بفرمایید که مثلا مشکل و موضوع با بنده چیه، چون که من هرچی مرور میکنم نکته‌ای به نظرم نمیرسه. با بالاخره درس اخلاق و هر نوع رابطه درست از شما باید یاد بگیریم. خلاصه انتظار این هست که حضرت عالی ارشاد بفرمایی اگر نکته ای هست. واقعا من دلچرکینم از شما. بله. من هنوز نفهمیدم مهدی رو چرا شما رد کردید. بینی و بین الله حاج آقا، من نمیدانم چرا مهدی رد شده. یک کوچکترین مثقال ذره ای هم در اشتخالت نداشتم. ببین شما مگه معاون سیاسی نیستی؟ بله حاج آقا. باید پاسخگو نباشی؟ حاج آقا بینی بین الله عرض میکنم دخالتی من نداشتم در اثبات یا نفی. یعنی قانونن رئیس ستاد انتخابات هیچ کاری نمیتونه بکنه قانونن. عقیده بنده در این شرایط کار کردن من با استاندار، با جناب عالی، با هامون مقدور نیست. من و من گفتم های استاندارم باید برود، های هامونم باید برود، های رضوانیم باید برود. اینا اینقدر پر روان. گل پسر منو رد صلاحیت کردین، همه تون عزل میشین. چرا؟ چون من نماینده ولی فقیه در استانم و به همین سیاق استان گیلان ملک تلق من است، جنگلاش هم مال منه و دور و بریامه. مخالفت میکنم با طرح استراحت جنگل. آخوند دیگه‌ای که مخالف طرح استراحت 10 ساله جنگل های شمال بوده، اینا همه ببینین جنایتکارن، باید جواب بدن تو دادگاه. این نورالله تبرسی است. نورالله تبرسی نماینده رهبر معظم در استان مازندران، امام جمعه شهرستان ساری، عضو مجلس خبرگان رهبری. تبرسی در دوره انقلاب مسئول کمیته انقلاب اسلامی ساری بود. همه جنایت‌های یکی دو سال اول انقلاب علیه جوانای مردم به اسم منافق و ساواکی و غیره با حکم این آدم انجام شد. بعدم سال 59 شد امام جمعه نماینده خمینی در ساری که همچنان 40 ساله که نماینده امام خمینی و امام خامنه‌ای در استان مازندران. این سه تا نماینده رهبر این نظام مقدس نباید محاکمه بشن به خاطر نابود کردن نیمی از جنگل‌های شمال. خود رهبر معظم که مدام گزارش دزدی‌های اینا رو میخونه و میدونه نباید محاکمه بشه که رئیس همه این جنایت هاست. و اینا یکی دوتا نیستن. سخنرانی عباس پالیزدار در سال 87 در دانشگاه بوعلی همدان بارها پخش کردیم، شاید یادتون باشه، قسمت که درباره آیت الله محمد یزدی و پسرش حمید یزدی میگه. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان همه کاره. حالا میرسیم یه تیکشو بشنوین، بازم ارزش داره تا ببینین جنگلای شمال رو کیا از بین بردن. شیخ محمد یزدی وقتی رئیس قوه قضاییه بود ده سال 68 تا 78 قبل از اینکه بخشی از جنگل‌های شمال واسه پسرش بگیره، کارخونه لاستیک دنا رو مف صاحب شده بود. زدن 126 میلیارد. فرضی که ما معتقدیم 600 میلیون هم بالاتر بود. تازه 126 میلیارد چیا رو توش نزدن؟ ویداهاشو تو شمال رو نزدن، اصلا تو آمان نیوردن.
زمین های شیرازش رو تو آباد نیموندن باقاتشو صورتی پول نقد داخل حسابشون رو تو بانک تو آباد نیموندن صد ازشیش رو میدن رو بزرگیش اون آقا فرمودن که آقای منظور رو محبت کنید تخفیف منظور فرمایید آقای منظور رو نمیشتن همجوه های اصلا تخفیف از بابا شما اصلا بشاره دوباره نمیشتن که محبت کنید تخفیف دیگری منظور بفرمایید خلاصه پنج بار نامنگاری انجام شده و عدد 126 میلیارد به 10 میلیارد 300 تخفیف شده بعد از اون موقع نوشته که خب ما امکانات پرداختی پول نداریم ترتیبات انتقاد سرمایی دار با امکانی پول برای اون پرداختش فراهم بشه باید نوزده نوشته آقای محمد تقی بانکی رئیس سازمان رسانه ملی ایران 23 میلیون تومان از صندوق سازمان رسانه ملی ایران برداشت کنید سخته بخرید برید آیت الله خمینی فلانی امضا کنند و کاملا تمامشون بدید و بعد از چند وقت یه بانه دیدیم که کاخونه هم یه سرسامان ناتو بورس مطرح شد و کاخونه فروخته شد به اون پشت پرده ای هایی که اینا رو هدایت می کنن چند میلیارد هم زدن به جیب رفت خب این که مثلا در این مثلا عرض کردن ناسی که من ها این آقای یزدی بود، آقای محمد یزدی و آقای محمد علی شرعی، نماینده از خبرگان استان قم یزدی رئیس قوانین قضاییه در زمان تصدی خودش مجددا آقای یزدی برمیده بینیمسه که عاجز با آقای فروزش حمیدمان بیکار است ترتیبی اتفاق سرمایی تو از جنگل های شما جهت صادراتشون بهره مند گرده آقای حمید آقای یزدی پسر آقای یزدی بود این کل عهده ریاست قوه قضاییه بود اون مقطع و جنگل های شما رو به تاراج بردن درختن نه اسنادش هست میدونم این آیت الله محمد یزدی که دربارش با آقای پالیزدار داشت صحبت میکرد و پسر چوبخورش، جنگلخورش، معتمدترین یار امام خمینی بود که وقتی خمینی دوره انقلاب رفت قم، خونه محمد یزدی ساکن شد. یزدی از اول انقلاب همیشه در حلقه اصلی حاکمان بوده. از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو فقهای شورای نگهبان، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس خبرگان رهبری. اینا یه همچین دزدایین، یه همچین جنایتکارایین. همه کاری حکومت هم هستن. ببینین به حکم رهبر معظم میشن رئیس قوه قضاییه که باید دادگستری کنن. جنگل های شمال اینا نابود میکنن مثل بقیه ثروت این مملکت. رئیس انجمن جنگلبانی ایران میگه نسل آینده جنگلی در شمال نخواهد دید. 42% جنگل های شمال تخریب شدند. وقتی از سمت گلستان به سمت غرب این استان حرکت میکنیم متوجه میشویم که سطح جنگل در این ناحیه از بین رفته و شاهد مرگ و میر دست جمعی گونه های گیاهی در آنجا هستیم. ویلاسازی ها، پیشروی شهرک ها، فشار دولت در بهره برداری، همه این مسائل مرگ جنگل را با خود به همراه دارد. اینجا مازندران، سواد کوه. این قسمت از بخش جنگل بود که این درخت‌ها رو زدن. متاسفانه جاش درخت‌های سنوبر کاشتن. دقت بفهمیم مسئولین، این درخت های وحشی هست. لابلای درخت های وحشی سنوبر کاشتن که یواش یواش تصرف کنن. مسئولین توجه بفرمایید، داخل قلب جنگل دیوار. مسئولین کجا هستین بفرمایید. یک سال بعد، بعد از تهیه این فیلم ببینین اطراف سواد کوه مازندران چی شد. اینجا ارتفاعات شهرستان سوادکوه، بخش پل سفید، روستای فلور. متاسفانه این قسمتی که بینیم ساخته ساز شده پارسال ما اومدیم و منطقه جنگلی بود.
مشاهده می‌کنیم اینا هم علفای جنگلی درختاشو می‌زنن و می‌بینن که هیچ مسئولی پیگیر قضیه نیست. میشه بیاسید مسئولین خودشون دارن این کارا رو میکنن. برادر چه شکایتی به مسئولین میکنن؟ در منطقه کوهسار هستیم از شهرستان منطقه نشدارود. متأسفانه جنگل رو خراب کردن و دارن خونه سازی میکنن. قابل توجه مسئولین که شورای شهر همین منطقه کوهسار هستش در اینجا داره خونه سازی میکنن و جنگل کوهسار رو خراب کرد. کوهسر رو خراب کردن. یک روستایی از به نام کوهسر در منطقه نشدارود. دیوارشو میبینید تو کجا جنگل رو خراب کردن. به طور علنی نمیتونستیم بگیم چون جو نگهبان داره. واقعا اگه ممنوع قانونن تراشیدن جنگل، اگه غیر قانونی ساخت و ساز تو جنگل چجوری میسازن؟ با چه مجوزی؟ چرا جلوشو نمیگیرن؟ یعنی وقتی بتونن بالا دستی ها رو ببینن ساخت و ساز غیر مجاز تو منطقه غیر بافت انجام میشه. آخه کجا رو برن گیر بدن؟ به کی گیر بدن؟ الان همه جا ساختن دیگه، خود منابع طبیعی هم بیاد به کجا گیر بده؟ شما برید غرب استان رو ببینید، کلا جایی که خارج بافته همه ساخته شده. تو کجا میخواد تخریب کنه منابع جهاد؟ حتی اونایی که جهاد مثلا طرف دادگاهیشون جهاده، جهاد پول میگیره چون پول نداره دولت تو بدنه سیستم مثلا جهاد کشاورزی، پول نیست. به این ترتیب میان شکایت میکنن برای جهاد، یه رئیس صادر میشه که در نهایت جریمه است. جهاد جریمه شو میگیره. اگه تخریبی هم باشه با لودر میرن دیوار رو خراب میکنن تموم میشه میره. خونه رو خراب نمیکنن، جریمه شون هم میگیرن، بعد دیگه تموم شد دیگه، داره طرف استفاده میکنن. چسبیده به باف یه بدا فرق میکنن، میان کمیسیون و ماده 90 و باز کار قانونیش انجام میده، یه مدت جریمه میخوره و انجام میشه. ولی نه، غیر باخت باشه باید تخریب کنم، باید تخریب کنم، ولی بالاخره به خاطر اینکه ساخته شده و دولت هم یه مقدار تخفیف میده جریمه نقدی مبلغ 5 میلیون تا 25 میلیون 30 میلیون بستگی به متراژ زمین با متراژ ساختش داره. سال به سال از جنگل کم و به محیط حالا مثلا روستا یا به محدوده قانونی روستا اضافه میشه، در صورتی که اگر نهادها ورود کنن به راحتی میتونن جلوشون رو بگیرن، ولی که کسی ورود نمیکنه چون خیلی از اینا خودشون داخل سیستمن. نتیجه این حرص و طمع و منفعت طلبی میشه همین که دوشنبه 27 اسفند بارون سنگین چنان میزنه که سه‌شنبه 28 اسفند سیل را میفته و هیچی جلو دارش نیست. استان گلستان و مازندران شاهد عجیب ترین بارندگی چند دهه گذشته بودند. گفته می شود که حجم بارندگی یک سال به یک بار بر سر مردم این دو استان به خصوص استان گلستان سرریز شده است. حاصل این بارندگی شدید سرریز چند سد بزرگ در استان گلستان بود که سیل جاری شده از سه تای آنها راهی شهر گنبد کاووس و چند روستای اطرافش شد و سیل دو تای دیگر به خصوص سد وشمگیر به آقلا رسید. در این بین وضعیت آقلا و روستاهای اطراف آن بحران ترین نقطه سیل در استان گلستان بود. هرچند سیل در مناطق کوهستانی هم اتفاق افتاد و به خصوص دسترسی های محلی را در جاده های روستایی به ده ها روستا در شرق استان گلستان به خصوص روستاهای مینودش بست و برای مدت چند روز اهالی آن روستاها را از برق و آب و آذوقه محروم کرد. اما سیل شمال استان گلستان حکایت دیگری است، سیلی که همچنان نگران کننده است. با غرق شدن شهر آقلا در سیل، وحشت سراپای روستاییان اطراف را در بر گرفته.
اهالی این روستاها با دست خالی شروع به ساختن سدهایی کردند تا مانع از ورود سیل به داخل روستایشان شود. از 10 ساله تا 60 ساله، یعنی شبانه روز بدون اینکه خواب داشته باشیم کار کردیم جلو آب بگیریم، ولی از مثلا دستندرکاران نهادهای دولتی اصلا هیچ گونه مثلا به ما کمک نشده. نه تنها اینجا، یه جای دیگه هم میبرم بهتون نشون میدم، اونجا رو ببین چه خبره. منظورش اینجاست، درست نقطه‌ای که طغیان رودخانه قصد ورود به روستا را دارد. تعداد زیادی جوان با گونی‌های پرشده از خاک قصد دارند مانع از ورود آب شوند. این سدی که الان داریم می‌بینیم فقط به خاطر اینکه جلوی آب بگیره، آب داخل روستا نده. این طولی که داریم می‌بینیم بالای تقریبا 15 متر در ارتفاع تقریبا 7 متر. این کیسه‌هایی که داریم می‌بینیم مردم با دست خودشون بدون کوچکترین چشم داشت یا بدون کوچکترین کمکی از مسئولان بشه تقریبا 10,000 تا کیسه است همینا. اما ماجرا چیست و سیل از کجا آمده؟ بهتر است اول پاسخ به این سوال را از زبانی که از اهالی روستاهای اطراف آقلا بشنوید. 10 روز پیش میده هواشناسی، کارمندای هواشناسی میگه ما به مسئولین صد اعلام هشدار دادیم همچین وضعیتی است، حواستون جمع باشه، صدا را خالی کنید. میگه آقا مدیر عامل صد میگه حرف ما گوش نکرده. چرا گوش نکرده؟ چرا آبی که مثلا میگه دریچه خرابه؟ منظور این کشاورز از صد، صد وشمگیر است که در شمال شرق گرگان واقع شده است. گفته می شود مسئولان سد علی‌رغم اخطارها برای خالی کردن آب پشت سد موفق به باز کردن دریچه نشدند. تلاش کردیم تا با مسئولان سد حرف بزنیم اما پیدایشان نکردیم و از طرفی امکان رفتن تا سد هم وجود ندارد. اما شنیده ها حاکی از آن است که دریچه سد در گلولای ناشی از تعلل در لایروبی رودخانه پشت آن مسدود شده بود. تا پیش از این خط ریل راه‌آهن تهران گرگان پس از عبور از بندر ترکمن راهی گرگان می شد. حالا هم همان مسیر را می رود، اما یک خط راهن جدید هم از میانه راه کشیده شده تا بندر ترکمن را به مرز بازرگانی اینچه برون برساند. سیل با عبور از روی سد به سمت جنوب استان حرکت می کند، اما بر اساس توپوگرافی و مسیر رودخانه ها باید تغییر مسیر می داد و با کمترین آسیب به شهر آقلا به سمت خلیج گرگان حرکت می کرد. اما به دیواری بلند برخورد می کند که همان مسیر راهن بندر ترکمن به اینچه برون است. پس دوباره به سمت شهر آقلا باز می‌گردد و آن را غرق می‌کند. آب اومد از سمت شمالی آقلا، از محله کلابات وارد آقلا شد. آب که اینجا اومد این سمت، الان اگه دوربینو بچرخونین همین سمتا یه خط ریلی هست. بعد مردم از کمربندی و اونورا چند جا رو شکاف کردن مثلا با بیل و اینا. بعد این خط ریلی نمیذاشت آبا همینجا جمع می‌شد. ارتفاعش به بعضی جاها 3 متر میرسه خط ریلی. نذاشتن اونجا رو بشکافن. بعد کل شهر مثلا نصف شهر اومد آب داخل. تخریب این خط آهن نیاز به مجوز استاندار داشت. کسی که در زمان حادثه نه تنها در استان که در ایران نبود و حتی با وجود بحرانی شدن شرایط استان گلستان همچنان برنگشته بود. حالا همه چیز به تصمیم فرماندار آقلا برمیگشت. اما او در این لحظه کجا بود؟ 8 شب رفتش فرمانداریش نشست. مردم به زور کشیدن ساعت 10 اینجا آوردنش. با هزار خواهش و تمنا آوردن. بازم اینجا اجازه نداد، گفت من مسئولیت دارم و من نباید چیز کنم و فلان. خط ریل نذاشت، خط ریل رو باز کنن بدون اجازه فرماندار. با هزار بدبختی 5 صبح مردم خودشون، یه راننده بیلی اومد تنهایی رفت، اونم به طور خودجوش، اصلا فرماندار فرار کرد رفت سوار همون چیز. اگه یه فرماندار قوی داشتیم، از همون اول اجازه تخریب راهن رو میدادن اینجوری نمیشد. اگر خط آهن زودتر تخریب میشد، سیل وارد این زمین ها شده و بخش زیادی از آن در سفره های زیرزمینی فرو میرفت. باقی مانده نیز راهی خلیج گرگان میشد و شاید با کمترین خسارت از کنار گمیش تپه عبور میکرد. تعلل در یک تصمیم درست و جدی فاجعه‌ای به این بزرگی به بار آورد که خسارتش به این سادگی ها جبران نمی شود. بسیاری از اهالی شهر آقلا روی تپه ها پناه گرفتند و نگران داشته هایشان در شهر هستند. همچنان مشکل آذوقه، آب و مایحتاج زندگی وجود دارد. کمک های مردمی یا دولته؟ مسئولین کسی اومده؟ کسی رو دیدی؟ ما پوشک و
کنسرو و اینا موشک نیست. چی کم دارین؟ موشک بچه زیاد موشک نیست. غذا چی؟ غذا خوبه که نون آب اینا خوبه. کی میاره برای تو اینا رو؟ حالا نمیدونیم خود مردم میارن دیگه. مسئولین چی؟ مسئولین چی نمیاره؟ هیچی نمیاره. میبینید دیگه اینا چند روز اینجا هست، چند روز دیگه هم باید بمونه. بله، همین خط آهن و سدهایی که امروز گرفتار مشکل کردن مردم و سپاه پاسداران ساخته. راه آهن باید پل بلند می داشت و زیرش آب رد می شد. گزارشگر گزارشی هم که دیدین نجابت به خرج داد انصافاً که میگه تعلل در تخریب خط آهن فاجعه‌ای به این بزرگی درست کرده. این تعلل نیست، این جنایته. همه اینا جنایتکارن. این همه سرمایه انسانی و سرمایه، این همه زمین و جنگل و خونه و این همه خسارت مالی به مردم بدبخت، حالا گفتن قرض الحسنه میدن به مردم. ای کاش وقت داشته من میگفتم تو آمریکا مثلا برای مثال وقتی که سیل میاد چجوری برخورد میکنن با مردم سیل زده. این برگردیم به گزارش ماجرای سد وشمگیر بود. سدهای دیگه هم همین وضعو دارن. خیلی جا هفته پیش که هیولای سیل آوار شد، مردم اصلا فکر نمی‌کردن که به این سرعت حجم آب زیاد بشه. یه نمونه کوچیک ببینید، شکستن سد جبل در بخش کوهپای شرق اصفهان. فشار آب زیاد شد. بابا بودا برگر بودا کسی آد شد. ببینیم بعضی ها معتقدن میشد با لایروبی رودخانه ها آب پشت سد و باز کردن دریچه های سد در مواقع اضطراری مثل همین سیل فشار سیل رو کم کرد، ولی حقیقت این است که سال هاست و دهه هاست که ثابت شده سد زدن روی رودخونه توی همچین شرایطی زندگی نابود کنه. رو رودخونه سد زدن زندگی نابود کن. تو آمریکا از سال 1972 یعنی 45-6 سال پیش تقریبا تمام سدهای روی رودخونه ها رو خراب کردن. 1732 سد در آمریکا خراب شد تا یه فجایعی مثل این چیزی که تو ایران اتفاق افتاد اتفاق نیفته. همین سیل اخیر تو ایران رو ببینین، بارندگی های شدید در روزهای پایانی اسفند 97 و آب سدهای گلستان 2 و بوستان در مناطق بالادستی موجب بالا آمدن آب در گرگان رود شد و همه شهرها و روستاهای حاشیه این رودخانه به دلیل حجم فراوان آب دچار سیل ویرانگر شدند و در غیاب مسئولان دولتی و محلی و حوزوی و غیره خود مردم جلو سیل رو تا اونجا که تونستن گرفتن که متاسفانه عده‌ایشون هم قربانی شدن. رئیس مرکز مدیریت حوادث فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مرگ 3 نفر در این استان بر اثر وقوع سیل‌های اخیر خبر داد. از 28 نفر در اثر واژگونی قایق در گمیشان استان گلستان جنازه 5 نفرشون پیدا شده. هنوز یه عده مفقود الاثرن. میگن 17 یا 18 نفر نجات پیدا کردن که امیدوارم دست کم خبر این تعداد نجات پیدا کرده درست باشه. چه اتفاقی افتاد که قایق با این همه سرنشین که رفته بودن واسه مهار سیل واژگون شد؟ یاد افرادی بودن که توی قایق بودن. میشه توضیح بدین چی شد که شما حادثه افتاد؟ ما افتاد طرفای خلل نالی میگن اونجا داشتیم کار میکردیم بعد از اون ساعت 7:30 همون حدودا از اونجا حرکت کردیم اومدیم این طرف. اونا 6 نفر بودن بچه‌ای که داشتن کیسه پر میکردیم تقریبا 26 نفر همون اونجا بودیم. بعد تورا دو نفر دیگه هم سوار کردیم، راننده لودر بود، یکم کمک دستش بود، اومدیم همینجا. کجا دقیقاً کجا اومدیم؟ دقیقاً همون او بره 5 متر میشه. 5 متر. 5 متر اونورتر میشه. بعد تناب یک از بچه‌ها تناب انداخ. کسی نبود جلو تناب بگیره که ما رو نگه داره. بس سرعت هم زیاد بود، حجمش هم زیاده. بعد اومدیم قایق. قایق آورد تا کجا؟ قایق آورد تا همین دم پل. تا اینجا؟ آره. همین پل دم پل اومد خورد یه واژگونی شد رفت کلا آب قایق همینجور چپه شد رفت. شما کجا افتادی؟ ما داخل آب بودیم زیر قایق. شما از اون بعد بیرون اومدیم. از کدوم ور بیرون اومدی؟ 50 متر 100 متر اونور آب بود.
یعنی این سمت این بر بیرون اومده نیم. ببینین مسئولینی وجود نداره، مسئولین دولتی محلی حتی وجود نداره، مردم خودشون دیگه فیلماشو دیدین، ما دیگه نشون نمیدیم که صدهای با کیسه پر کردن، 10,000 کیسه فقط توی گومیشان همین مردم همین جوانایی که دیدین پر کردن برای اینکه جلوی وارد شدن سیل به شهر رو بگیرن. بعد میاد تو شیراز فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، جنایتی بود که به دست آخونده و اذنابشون انجام شد، مسیر سیل شده جاده و خیابون، چون اصلا سیل بند وجود نداره و هر کاری شده بود در سده های پیش برای جلوگیری از سرریز شدن سیل به شهر نابود کردین جمهوری اسلامی. یه ویدیو ببینین، نماد علم و روش حکومت در جلوگیری از خسارت سیل، ببینین چقدر تخصصی عمل میکنن. عقل بچه میرسه که کار اینا چقدر علمی و درست و تقوامنده. چهل سال حکومت، چهل سال بیلیاقتی دارن آبو میریزن توی خیابون. به به، مدیریت عالی، مدیریت جهادی. استان قم، ببینید این دقیقاً کاری است که حکومت در همه جای ایران در ابعاد بزرگتر انجام داده. نتیجهش میشه این که جاده و خیابون میشه مسیر سیل، میشه مسیل اتفاقی که تو درباز قرآن شیراز افتاد. با این همه ماشه خوره تو هم دیگه. ببینین اولین بار یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در تهران ماجرای پر کردن مسیل دروازه قرآن مطرح کرد که آقای صمد رجا مسئول این جنایت. صمد رجا شهردار سالهای 67 تا 71 و 82 تا 84. ببینین، بذارین اون عکس‌ها رو ببینین. بله ببینین، این عکس‌ها کاملا واضحه که مسیل یعنی مسیر سیل احتمالی در کنار دروازه قرآن پیش بینی شده بود، اون چاله کنارش و وجود داشته، ولی آقایون پیشونی سوخته یه تسبیح به دست میان پرش میکنن تا خیابون کشی کنن. کسی که این کارو دست کم اجرا کرده، دست کم اجرا کرده، صمد رجا شهردار سابق شیرازه که یه جوابی هم نوشته به یاشار سلطانی که من نبودم و دکتر منجمی بوده و هر کی بوده. به هر حال اینا رو چرا نمیرین اینا رو به عنوان قاتل مردم محاکمه کنین؟ آقایون عدالت گستر، آقای من نمیدونم به کدومشون بگم که همشون سروتر یک عربستان و همشون آلودن. ما فرصت اینو داریم که بریم بگم که سه‌شنبه سیل دوباره وارد شیراز شد، منطقه سعدی کوچه شیراز. ویدیوشو داریم، میتونیم پخش بکنیم. خونه های محله رو آب گرفته. چی کار باید بکنن؟ دولت که وظیفه‌اش، ما همون ویدیوی آخر رو میتونیم پخش کنیم که تمام حرف رو میزنه. دولت که وظیفش خدمت به مردمه، مثلا این همه نهاد آخوندی که مفت میخورن و چی بگم، میدوزدن، کجان اینا؟ کجان پول این مردم و امکانات این مردم؟ چرا باید بره تو جیب آخوندا و بعد وضع مردم اینجوری باشه؟ کجا بریم؟ چجوره خونم رو بردون؟ چجوره خواستی بگم بریم؟ مثال برقی هم رو آب بوده، چرخ‌خری، یتیم، اوتو، نگاه اوتو، نگاه خبری اوتو منه ها. یه الان چجوری برای من کار کنه؟ من از کجا بیارم؟ تمام زندگی من خراب شده، من یه شکنداری که بشه جمعش کنیم. بریم پرده آخر. سلام الله علیها، بهترین چیز برای زن اینه کسی اونو نبینه و اونم کسی رو نبینه. علوم جدید ثابت کرده
مو که بیرون از خانم اشعه ای از چشم در بحث‌های طبی که می‌خوندین در علوم پنجم ابتدایی می‌خوندید، بعد نور از اشیا برسه به عدسیه بعد منعکس بشه ما چیزی ببینیم، یادتون که هست نور، حالا یه شعاع و اشعه ای از چشم مرد منعکس میشه به این مو، به این میرسه تحریک هورمون میکنه. شب و روزگار خوش.